عملیات شدید و نفسگیر برای رسیدن به پایه های برق تخریب شده در منطقه دند شهابودی. این عملیات بامداد روز دوشنبه آغاز شده است. درگیری شدید میان نظامیان و طالبان ادامه دارد. سرانجام پس از چند ساعت نبرد، نظامیان کشور خودشان را به یکی از پایه های تخریب شده می رسانند. شد شب ما تانستیم که بسایی پایه که دشمن های را از تخریب کرده بود، ما را کور کردیم، پرسنل ما جا بجا شده دیگر. ما تانستیم که پرسنل ریاست برق می و پایه خوبست. این طوری که فعلا شما مشاهده میکنین و میبینین به چشم سر از حالات خانه های مسکونی مردم بالای ما فیر میکنن و ما چون که با مردم بسیار رویه نیک میداشته باشیم و از این مردم ما تشکیل شدیم با مردم کدام آسیبی نرسانیم، از خانه های مردم طالبان استفاده میکنن و تا خانه های مردم را بخواهن و ایران بکنن. این نظامیان از کارمندان شرکت برشنا میخواهند تا کارمندانشان را برای وصل کردن دوباره برق به این محل بفرستند. یو پایم تسهیلات نیده، یو پایا پاتی ده، یو پایا ده انشالله، یعنی اطمینان ورکو ده طول خلق ده چی پلگ وقت که یعنی دونه شی چی مازیگر که مازیگر تا با انشالله تلور بجو تا طول پایکان نوشی چی انجنران نشا پایکان جلد برق سیستم جلوشی. گلوله طالبان بر بدن یکی از همراهان ما برخورد میکند و زخم برمیدارد. پلیس بغلان میگوید که در این عملیات 4 طالب کشته شدند و 6 طالب دیگر زخم برداشتند. فعلا عملیات ماجوریان دارند، از هر سایه که اینا سر بالا کنند توسط نیروی امنیتی ضربات کوبنده با اینا وارد میشه. نظامیان پس از 20 روز نبرد شدید سرانجام خود را به این پایه های برق تخریب شده از سوی طالبان رساندند، اما هنوز هم اطراف این پایه ها در تیرس طالبان قرار دارد. کار برای وصل برق این پایه ها دشوار به نظر می رسد. طالبان همه شب از خانه های مردم ملکی نظامی ها را هدف قرار می دهند. این خانه ها را به عنوان سنگر برشان استفاده کردند و از این خانه ها نیروهای نظامی را هدف قرار می دهند. قسم که شما می بینید سنگر ساختن خانه مسکونی مردم ها و از اینجا تیرکش کشیدن و از این استقامت هدف قرار می دادن نظامی هایی را که تلاش داشتن خودشان را به پایه های برق برسانند. همین چیرزای دولو نیوز ولایت بغلان.